میخوایم از کلام خدا بخونیم و الفبای مسیحیت با هم شروع میکنیم به خوندن. کسایی که میخوان بشارت بدن، کسایی که میخوان خبر خوش رو برسونن، میتونن از این فیلم استفاده بکنن. یه مسیحی به چی ایمان داره؟ چرا تعمید میگیریم؟ چرا نون و شراب میخوریم؟ خیلی خلاصه با هم اینو میخونیم، با هم قبلش دعا میکنیم، به حضور خداوند میریم تا خداوند ما رو هدایت بکنه توسط روح القدس، تا بتونیم کلام خدا رو اونجور که اون میخواد در اختیار دیگران قرار بدیم. ای پدر، شکرت میکنیم بابت امروز، بهمون برکت، سلامتی، آرامش بده. شکرت بابت کلامت، خواست و اراده تو تو زندگیمون باشه. نیازهامون و آرزوهامون رو به حضورت میاریم. ثانیه های زندگیمون دستای پرتوان تو باشه. خواسته هامون و آرزوهامون رو، آزادی زندانیا رو، شفای مریضا رو و پناهندار خداوند در پناه خودت بگیر. خواسته هامون رو در نام عیسی مسیح از تو میطلبیم. آمین. خیلی ها به خدا اعتقاد دارن، خیلی ها خدا رو قبول ندارن، خدا رو باور ندارن، خیلی ها مذهب دارن، دین دارن. ببینیم که یه مسیحی به چی اعتقاد داره، این اعتقاداتش و این باوراش از کجا میاره. یه مسیحی به خدا ایمان داره، تمام اعتقادات و باوراش از انجیل میگیره، از کلام خدا. درست مثل یه آدمی که گواهینامه میگیره، تمام باوراش از کتاب آیین‌نامه میگیره و طبق اون کتاب رانندگی میکنه. یه مسیحی هم باوراش از انجیل میگیره. انجیل یعنی خبر خوش، مژده. این خبر خوش، این مژده چیه؟ میخوایم راجع به این با هم بخونیم. چرا مسیحی‌ها به خدا میگن پدر؟ چرا ما خدا رو خدا صدا نمی کنیم؟ چرا به خدا میگیم پدر؟ کلمه پدر یعنی به وجود آورنده، خلق کننده، خالق. آدم و حوا زایده نمیشن، آدم و حوا مادر ندارن، آدم و حوا ساخته میشن. وقتی میگیم ادیسون مخترع برق رو به وجود آورده، وقتی میگیم ادیسون پدر برقه، مارکنی پدر رادیوس، گراهام بل پدر تلفنه، ما مسیحی ها به خدا میگیم پدر، چون ما بچه های آدم و حوا هستیم. شما به پدرت میگی پدر بزرگ. و چون خداوند آدم و حوا رو خلق کرده، ما اونو صدا میکنیم ای پدر بزرگ ما که در آسمانی. این باور ماست، ما خدا رو پدر میدونیم. پس رابطه من با خدا، رابطه شما با خدا هست پدر و فرزندی. اگر پدر بودن خدا رو درک کردیم، بقیه راه رو میتونیم با هم دیگه بیاییم. اگر پدر بودن خدا رو درک نکنیم، نمیتونیم بقیه رو متوجه بشیم. این دوست ما پیمان، ایشون از چی ساخته شده؟ نرگس از چی ساخته شده؟ از جسم، از روح و جان. این روح به این جسم جان میده. وقتی شما توی خواب میری شیراز و میای، میری اصفهان و میای، این روح توست که میرو میاد، جسمت اونجا خوابیده. اگه این روح برای همیشه تو رو ترک بکنه، تو میمیری. پس این روح به جسم ما چی میده؟ جان. جان یعنی نفس کشیدن. پیمان جون داره، پیمان جان داد. خب جسم ایشون تبدیل به خاک میشه، اصلا توی قبر نمیذاره، میذاره روی میز، میپوسه، میگنده، از بین میره، تبدیل به خاک میشه. چیه ایشون میره سمت خدا؟ روحش. نرگس جان داد، پیمان جان داد، روحش به خدا پیوست. خب این روح باید خدا براش قابل دیدن بشه، باید خدا رو ببینه دیگه، نمیشه که خدا باز پیغمبر بفرسته. باید یه روزی من و شما خدا رو ببینیم، وعده خود خداست. خب این روح کجا میخواد بره؟ جای خوب یا جای بد؟
اینجوری به ما یاد دادن دیگه، یا میره تو بهش یا میره توی جهنم دوزخ. پس صحبت صحبت جسمای ما نیست، صحبت صحبت روح ماست. پس پیمان به سمت خدا میره، این خدا باید براش قابل رؤیت باشه. گفتیم انجیل یعنی خبر خوش. خبر خوش چیه؟ خدا اومده. پس این خدا نه اینکه میاد، خدا اومده، باید قابل دیدن بشه. انجیل به ما میگه خدا از چی ساخته شده؟ خدا نور است، خدا روح است، خدا محبت است. یعنی چی خدا نوره؟ اگر الان اینجا این پروژکتور روشن نباشه شما چهره من رو نمیبینید. پس در نور همه چیز قابل دیدنه، همه چیز قابل رؤیته. میتونی تشخیص بدی کجا میزه، کجا صندلیه، در کجا هستش. اگر نور نباشه شما انگشتای دست خودت هم نمیبینی. پس در خداوند حقیقت آشکار میشه. بعد میگیم که خدا روح هست. روح دیده نمیشه، همینطور که روح پیمان دیده نمیشه. پس این روح باید قابل دیدن بشه. خیلی چیزا تو این دنیا وجود داره که دیده نمیشه. این کسایی که قیافه عقل به جانب میگیرن و میگن خدا نیست، اگه هستش بگو خودشون نشون بده. مگر الان اکسیژن شما میبینی؟ مگر شما سرما میخوری باکتریا رو میبینی؟ خب خیلی چیزا وجود داره که دیده نمیشه. شما فکر میکنین وقتی جای بهمن میاد و مردم زیر بهمن میمونن، من و شما میتونیم تشخیص بدیم کجای این برفی مردم هستن، ولی یه سگ تشخیص میده. تو وجود اون سگ هست ولی تو وجود من و شما نیست. اگر قرار باشه ما اکسیژن رو ببینیم، میگن چون نفس میکشیم. میگن ببخشید شما اینایی که در اثر خفگی میمیرن، اگر میدونستن اینجا اکسیژن نیست اونجا وای نمیستن که بمیرن، که پس قابل درک و فهم نیست. اگر قرار باشه من اکسیژن ببینم، من کربن ببینم، شما رو نمیتونم ببینم. اگر قرار باشه من باکتریا رو ببینم، شما رو نمیتونم ببینم. پس ما برای اینکه این باکتری رو ببینیم باید بذاریم زیر میکروسکوپ. ما برای اینکه این اکسیژن برامون قابل فهم و درک بشه باید اینو فشرده بکنیم، مایش بکنیم، بریزیم توی کپسول، باش بریم زیر آب. باید برای من تو قابل رؤیت بشه، قابل فهم بشه، قابل درک بشه. و کتاب مقدس میگه خدا روح است. پس روح دیده نمیشه. این روح باید قابل درک و فهم بشه برای من و شما. خب کتاب مقدس میگه روح خداوند بر مریم قرار گرفت، مریم حامل شد. این رابطه رابطه سکس نیست، چون شما الان یه سلول تو دانشمندا برمی‌دارن، نه پدری هست نه مادری هست، عین تو رو کپی میکنن. وقتی آدما میتونن این کارو بکنن، خداوند نمیتونه؟ به من و شما میگن خداوند انسان شد، این کفره. چرا کفره؟ خدایی که من ساخته اگر نتونه شبیه من بشه کفره. پس این خدا باید برای من و تو قابل دیدن بشه. نمیتونه شبیه موجود فضایی بیاد، نمیشه شبیه یه فرشته عجیب غریب بیاد، نمیشه شبیه یه دایناسور بیاد یا یه حیوان بیاد. همون کاری که پدر مادرها با بچه هاشون میکنن خدا با ما میکنه. یه پدر مادری که یه بچه یه 2 ماهه دارن، یه بچه شیرخواره دارن، عین اون بچه با اون حرف میزنن، قوقوه میکنن باش. پدر مادری که یه بچه 1 ساله دارن، عین اون بچه باش، مثل اون بچه باش راه میرن، تاتی تاتی میکنن باش. پس اون پدر مادر باید کوچیک بشن تا اون بچه بتونه با اونا ارتباط برقرار کنه و از اونا نترسه. نمیتونه اصلا شاهنامه بخونه که، اصلا نمیفهمه اون داره چه میگه. پس اگر قرار باشه خدا بیاد باید کوچیک بشه که توی فهم من جا بگیره، تا درکش کنم، بتونم باش ارتباط برقرار کنم، ازش نترسم. پس بهترین فرمش اینه که شبیه ما بیاد، ولی صفات خدا رو داشته باشه. درست شما به خاطر اون بچه کوچیک میشی،
و مثل اون بچه حرف میزنی و مثل اون بچه راه میری، ولی شما صفات یه آدم بزرگی داری، شما به خاطر اون بچه کوچیک میشی. پس اگر قرار باشه خدا بیاد، باید صفات خدا رو هم داشته باشه. درسته به صورت انسان میاد، ولی صفات خدا رو داره. حالا سوال اینه که من از مثلا نرگس میپرسم شما شغل چیه؟ میگه من معلم شیمی هستم. خب کی به من گفت نرگس معلم شیمیه؟ خودش. حالا اگه بگم که فرمول آب چیه؟ حالا اگه بگم نمک از چی ساخته شده؟ باید اینا رو بدونه دیگه. کی گفت عیسی مسیح خداست؟ خودش. چرا خداست؟ چون تمام صفات خدا رو داره. صفات خدا چیه؟ بر طبیعت کنترل داره، طوفان و طوفان دریا رو آروم میکنه، درخت خوش میکنه، روی آب را میره، شعبده بازی نمی کنه. دیوید کابرفیلد نیستش که داره به من و تو یاد میده که آقا من بر طبیعت کنترل دارم. شفا میده، مرده زنده میکنه، حیات میده و از همه مهمتر گناه ها رو میبخشه. هر کی هم ازش سوال میکنه نمیگه من خدا نیستم. میگن آخ شما گفتی به سر خدا هستی، خود خدا هستی. میگه آره تو گفتی من هستم. وقتی به پتروس میگه که تو منو کی میدونی، میگه خدای زنده، نمیگه من نیستم، میگه هستم. ولی یادت باشه اگه قرار باشه کسی بیاد و بیاد به من و شما بگه که آقا من دکتر هستم، شما با گفتن این که من دکتر هستم که نمیفهمی اون دکتره. وقتی میاد طبابت میکنه، وقتی میاد نسخه مینویسه، دارو میده و میبینی اون بیماری رو اون تشخیص میده و درمان میکنه، قبول میکنه ایشون دکتر. ایشون هم همین کاری میکنه. نمیتونه روز اول که میاد به شاگرداش بگه من خدا هستم که. ذره ذره خودش رو معرفی میکنه. خب عیسی مسیح وقتی میاد به صورت جسم که برای من تو قابل تشخیص باشه، قابل فهم باشه که ما بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، ما بهش میگیم پسر. چرا به عیسی مسیح میگیم پسر؟ چون مذکره و چون ازدواج نکرده. این به هر حال تو فرهنگ ما هست، مردی که ازدواج نکنه 70 سالش هم باشه میگیم آقا این پیمان ما پسرمون. چرا بهش میگن پسر؟ چون ازدواج نکرده و چون مذکره. پس گفتیم که پیمان فرزند کیه؟ پیمان فرزند پدرشه و فرزند مادرشه. هم خصوصیات مادرشه داره، هم خصوصیات پدرشه داره. عیسی مسیح جسمش از مریمه، تمام خصوصیات انسانو داره. گریه میکنه، گرسنه‌ش میشه، عصبانی میشه، میترسه، خوابش میگیره، خسته میشه، تمام خصوصیات انسانو داره. در جسم پسر خداست. از اون ور تمام خصوصیات خدا رو داره. در روح خود خداست. پس به خدایی که بالای سرمون بود گفتیم پدر، به خدایی که میتونیم ببینیمش میگیم پسر. خب خیلی خوبه اگر قرار باشه خدا بیاد و شبیه ما بیاد، خیلی خوبه. ولی سوال اینه که چرا باید بیاد؟ چرا خداوند باید بیاد؟ پیمان کوچیک بود، میزد شیشه رو میشکند. نرگس کوچیک بود، میزد شیشه رو میشکند. پول این شیشه رو کی میده؟ یا پدرش یا مادرش دیگه. چرا پدر مادر باید این پول پرداخت بکنن؟ چون پیمان هزینه پرداخت اون پول نداره. پول نداره. چرا پدرش این پول میده؟ چون پیمان پول نداره و چون دوستش داره این پول پرداخت میکنه و بهش میگه برو تو دیگه این کار نکن. آدم و حوا گناه میکنن. من و شما گناه میکنیم. گناه یک کلمه عبریه، یعنی نزدن به هدف، دور شدن از هدف. وقتی که نرگس میره درس میده، مزد درس دادنش پوله. وقتی شما کار میکنی، مزد کار کردن شما پوله. خداوند میگه مزد گناه مرگه.
اون موقعی که توی ایران ما بودیم، وقتی بارون می اومد توی کوه ها، می گفتن آقا این قارچایی که توی کوه سبز میشه نخورید، اگه اینا رو بخورید میمیرید. باز می رفتن می خوردن. به کسایی که میرن غواصی میکنن میگن آقا دست به این مرجان ها نزنید، اینا سمیه. باز میرن دست میزنن. شما گواهی نامه میگیری، وقتی از چراغ قرمز رد میشی پلیس دنبالت میاد، خوشحالی یا ناراحت؟ میگن ناراحتی. ناراحتی که پلیس فهمیده یا ناراحتی که از چراغ قرمز رد شدی؟ خب روز اول که بهت گفتن آقا از چراغ قرمز رد نشو، اگه رد شی جریمه میگیری. پس گناه یه کلمه عبریه، یعنی نزدن به هدف، دور شدن از هدف. هدف خدا بوده، از خدا دور شدن میگن گناه. مزد این کار مرگه. پس مزد گناه مرگه. ولی چون خدا نمیخواد ما بمیریم، یادمون باشه که ما دو نوع مرگ داریم. یکی مرگ جسمانیه که همه ما میمیریم. پیمان جان داد، نرگس جان داد، روحش به خدا پیوست. حالا یا با تصادف، یا با پیری، یا با مریضی، به هر حال ما میمیریم. روح ما میره سمت خدا. حالا این روح میخواد بره جای خوب یا جای بد، خدا میخواد اینو نجات بده. پس خدا به این دلیل میاد که بهای گناه ما رو پرداخت کنه. همونطور که پدر مادرت اومد بهای شکستن شیشه رو پرداخت کرد، چون تو نداری، توانش نداری بدی. پس عیسی مسیح میاد، خدا میاد تا بهای گناه ما رو بده. بهای گناه ما چیه؟ مرگه. پس باید قربانی بشه. خودش هم میگه من قدرت اینو دارم جانم رو بدهم، من قدرت اینو دارم جانم رو پس بگیرم، من جانم رو برای بهای گناه شما میدم. پس عیسی مسیح میاد بهای گناه ما رو پرداخت میکنه. پس قربانیه. برای همین باید خونش ریخته بشه، چون درون خون جان وجود داره. شما خون هر موجودی رو بریزی انگار جونش رو گرفتی. حالا شاید بفهمی چرا ما توی ایران یه ماشین میخریدیم خونش میزدیم سپر اون ماشین، چرا ما تو عروسی قربانی میکردیم، چرا توی مرگ و میر قربانی میکردیم، چرا مادر بزرگمون مریض بود میخواستیم شفا پیدا بکنه قربانی میکردیم، چرا کسی رو که دوست داشتیم و میومد خونمون گوسفند براش میکشتیم، گاو براش میکشتیم. پس مسیح قربانی میشه تا ما بخشیده بشیم. چرا تو ایران وقتی کسی میمرد مردم پول میریختن تو خیابون؟ اسمش بود کفاره. خداوند داره اینجور مرگ از من دور شه، اینم پولش. عیسی مسیح میشه کفاره گناه های ما، بهای گناه ما. برای همین شما از یه مسیحی بپرسی کجا میری، میگی میرم پیش خدا. میگه آدم خوبی هستی؟ میگه نه، بهای گناه من پرداخت شده. ولی شما به کسای دیگه که میگی مثلا کجا میری، میگه انشالله میرم بهشت. خب انشالله یعنی اگر خدا بخواد. بیچاره نمیدونه خدا میخواد یا خدا نمیخواد. پس ما کلمه انشالله نداریم، چون بهای گناه ما پرداخت میشه. پس مسیح میاد چیکار بکنه؟ بهای گناه ما رو پرداخت بکنه. پس چرا میخواییم مسیحی بشیم؟ گناهانمون پرداخت بشه. پس مسیحی ها قبول دارن، باور کردن، اعتراف میکنن گناهکارن، برای همین میرن قسط تعمید میگیرن. شما وقتی که قبول داری خطا کردی چی میخوای؟ بخشش خدا رو میخوای. آقا میگه در خونه پدرت میگه من زدم شیشه همسایه رو شکوندم، اعتراف میکنی به خطایی که کردی. بابات هم میگه خب بریم، اون پول پرداخت میکنه و میگه دیگه این کارو نکن. خدا هم به ما همینه میگه، میگه بیا من بهای خطای تو رو میدم، دیگه این کارو نکن. پس مسیحی ها باور دارن، قبول کردن، خطا کردن، همشون بلا استثنا. خب پس مسیح میاد بهای گناه ما رو پرداخت میکنه. برای همین ما این قدرت رو داریم که خدا رو پدر صدا بکنیم. بقیه نمیتونن. ما بنده ها، ما بدبخت ها، ما بیچاره ها. بنده یعنی اسیر، دربند، کنیز، غلام. پس رابطه من با خدا شد پدر فرزندی. چرا ما ایرانی ها روز سوم صبح زود میریم سر خاک مرده؟ به من تو گفتن آقا مرگ حقه. شطوریه که در خونه همه میخوابه.
خب اگه شطوریه که در خونه همه میخوابه، چرا آقا شما 90 سالته اینقدر سرم بد وصله، اینقدر قرص میخوری، آمپول، ای دکتر بیاد بالا سرت، ای دستگاه متفاوت بد وصله، برو بمیر دیگه اگه مرگ حقه. خب داری دروغ میگی، کاری که داری میکنی با حرفی که میزنی متناقضه، داری دروغ میگی، مرگ حق نیست، مرگ دشمن ماست، همه چی تو حاضری بدی که نمیری، همه چی تو حاضری بدی، دیدیم دیگه. عیسی مسیح روز سوم صبح زود بعد از اینکه مصلوب میشه، جمعه مصلوب میشه و یک شنبه صبح قبل از اینکه خورشید بزنه از مرده ها بلند میشه. با بلند شدنش از مرده ها بر مرگ، بر دشمن ما پیروز میشه، بر شیطان پیروز میشه. مسیح دو تا کار بزرگ برای ما میکنه، یکی اینکه گناه های ما رو پرداخت میکنه بهاشو با خونش، دوم با بلند شدنش از مرده ها به ما چی میده؟ حیات جاودان. برای همین وقتی شما از یه مسیحی بپرسی کجا میری، میگی میرم پیش خدا. کجا؟ بهشت؟ نه، اون تعریفی که خدا داره برای ما از بهشت اون چیزی نیست که تو گذشته به ما گفتن. اونجا 70 طوری هر شب با یکی هستی، کار بدیه، کار زشتیه. خب مادر اون کجا میره؟ افراد جوان گردن کلو فاسش گذاشتن. ما اینو باور نداریم. خدا توی مسیحیت برای ما برنامه داره، میگه تو در آفرینش من، در خلقت من مشارکت داری، من برای تو برنامه دارم. تو توی ذهنت نمی گنجه اون فکری رو که من برای تو دارم. شما اگر یه پسر 6 ساله داشته باشی، اگر یه دختر 6 ساله داشته باشی، براش یه گیتار بخری، اون میفهمه تو داری براش چه کار میکنی؟ وقتی شروع میکنه به زدن، براش مربی میگیری، براش معلم میگیری، وقتی یه گیتاریست میشه نمیگه پدرم این برنامه رو، این نقشه رو برای من داشته، میگه خودم کردم. خدا برای ما برنامه داره و این ایمان ماست. پس یه مسیحی چجوری ایمان میاره؟ وقتی انجیل رو میخونه، باور میکنه، ایمان میاره. برای چی مسیحی ها شادی میکنن؟ چرا توی کلیساها شادی میکنن؟ خب اینا همه بیچاره از دین اومدن، فکر میکنن باید قمه بزنن، زنجیر بزنن، چه میدونم یه بزنن، مثل یه بچه ای که دست پدر مادرش رو ول کرده و گم شده و مسیح میگه پدر اینا رو ببخش، اینا نمیدونن دارن چی کار میکنن، دارن کف دستش میخ میزنن دیگه. ما اون براشون دعا میکنیم، ای پدر اینا رو ببخش، اینا نمیدونن دارن چی کار میکنن. پس به این دلیل شادی میکنن چون میدونن کجا میرن. اگر شما میمیری و روحت به سمت خدا میره و تو داری میگی که آقا نرگس جان داد و روحش به خدا پیوست، خب چرا گریه میکنی؟ تو باید خوشحال باشی داری میری پیش خدا، برای چی گریه میکنی؟ مگه ما نمیگیم که ما میریم به حضور خدا؟ خب پس چرا تو این دنیا انقدر هرس میزنی؟ چرا هی جمع میکنی؟ خب وقتی ما به حضور خدا میریم که ناراحتی نداره، گریه نداره. نمیدونن کجا میدن، تاریکی شب اول قبر. شما 4 تا پروژکتور روشن کن اونجا، جنازش هم بذار روی میز که تاریک نباشه، کسی هم شب اول قبر بهش فشار نده، میپوسه از بین میره. مزخرفات چیه میگه؟ روح ما میره به سمت خدا و خداوند میخواد این روح نجات بده و به من و تو میگه من برای تو برنامه دارم، به تو چیز جدیدی خواهم داد، جسم جدیدی خواهم داد. نه اینکه این روح میره توی جسم دیگه، نه. چرا؟ چون اگه جمعیت کره زمین 1 میلیارد باشه، 1 میلیارد روح دیگه. خب این جمعیت الان شده 7 میلیارد، پس 7 میلیارد روح دیگه. و میگن اون جسمی که به ما میده این جسم عیسی مسیح که از مرده ها بلند شد، چون این جسم متفاوته. درها بسته بود، به ناگاه در بین ما قرار گرفت، پس از دیوار رد شد. و پاولوس توی نامه هاش میگه که جسم جدیدی به ما میده، همه چیز جدیده. خب پس برای چی میایم به این دنیا؟ این دنیا محل آزمایشه تا یاد بگیریم توی ملکوت چجوری رفتار بکنیم. برای چی شما میری کلاس موسیقی؟ اون کلاس آزمایشه تا تو موسیقی یاد بگیری. برای چی میری تو تیم فوتبال بازی میکنی؟
اونجا تمرین میکنی آزمایش تا به یه بازی بزرگ تو جام جهانی انجام بده. خیلی ساده است. حالا نرگس ما، پیمان ما زده شیشه رو شکونده، پول این شیشه رو باباش میده، ولی خب این بازم شیشه میشکنه دیگه. برای اینکه شیشه نشکونه پدر و مادرش باید از این بیشتر مواظبت بکنن. من و شما خطا کردیم، گناه کردیم، خدا هم دست میکنه توی جیبش بهای گناه ما رو پرداخت میکنه. گفتیم خدا میره روی صلیب و بهای گناه ما رو میده. خب اگه خدا رفته روی صلیب، تکلیف این دنیا تو اون سه روزی که خدا توی قبر بوده چیه؟ یعنی دنیا بدون خدا بوده؟ نه، یادتون باشه وقتی میگم آقا آب دریای مازندران بیار، آب اقیانوس اطلس بیار، یه ساعت میزنی تو اون آب ور میداری میاد. برای من اقیانوس اطلس قابل دیدن میشه. تمام خصوصیات آبی رو که تو اون اقیانوسه تو این سطل هست. تمام خصوصیات آبی رو که تو این سطله تو دریای مازندران هست. برای من قابل فهم و درک میشه. پس اگر اون اقیانوس خدا باشه، اون سطل آب میشه عیسی مسیح. شما میگید که خدا انسان میشه. جالب اینه که شما ناراحتید خدا انسان میشه. شما ناراحتید از این که مسیح خداست. خب باید بیشتر ناراحت باشی وقتی بفهمی که منم خدام، پیمانم خداست، نرگسم خداست. همه ما شبیه خدا آفریده شدیم، چون میتونیم چیزی رو به وجود بیاریم. هر چیزی که اطرافت میبینی آدم ها ساختن، تلویزیون و مبل و میز و ماشین و ساختمون رو هم آدم ها ساختن. پس من و شما میتونیم خلق کنیم، چیزی رو به وجود بیاریم. اینکه یه بچه ای رو شما تعیین میکنی که دوش بگیره، که غذا بخوره، که نظافت بشه، چی بپوشه، اینو داری تو تعیین میکنی براش، داری حقش خدایی میکنی. پس من و شما شبیه خدا آفریده شدیم. چرا؟ چون خدا رو پدر صدا کردیم، بابا هم فرزنداشیم، پس ازش ارث گرفتیم. چیه من و شما شبیه خداست؟ فکرمون دیگه. میتونیم چیزی رو به وجود بیاریم، چیزی رو خلق بکن. خب حالا پیمان، نرگس، برای این که دوباره گناه نکنن، برای این که خطا نکنن، برای این که شیشه نشکنن، پدرش باید بیشتر ازش مواظبت بکنه. شما وقتی میخوای غذا درست بکنی نیاز به چی داری؟ مواد اولیه دیگه، گوشت و برنج و روغن و از این حرفا. شما برای اینکه خیاطی بکنی نیاز به چی داری؟ نیاز به سوزن داری، نیاز به نخ داری، نیاز به چرخ خیاطی داری. شما برای اینکه تو این دنیا گناه نکنی نیاز به خدا داری. گفتیم خداوند روح است، خدا نور است، خدا روح است، خدا محبت است. خب چون خداوند پاکه ما بهش میگیم قدوس. پس خداوند توسط روحش در ما قرار میگیره تا ما تمایلی به سمت گناه نداشته باشیم. وجدان ما رو بیدار میکنه. پس کار روح القدس چیه؟ عوض کردن ما، دگرگون کردن ما. شما وقتی آب میریزی روی گندم، گندم عوض میشه، دگرگون میشه، سبز میشه، زنده میشه. شما وقتی که قسط تعمید میگیری، خداوند میگه من روح خودمو به تو خواهم داد و تو رو دگرگون میکنم و تو رو عوض میکنم، تو رو هدایت میکنم، تو رو آگاه میکنم. فرض کنین الان اینجا پای من بشکنه، تا زنگ بزنن دکتر بیاد، کسایی که اینجا هستن چیکار میتونن برای من بکنن؟ یکی میگفت گچ میگیرن. بابا من یه دکترم، گچ میگیرن میزنن گچ رو کلش میکنن. نه، منو آروم میکنن، تسلی میدن، آرامش میدن، نترس، الان دکتر میاد، نگران نباش. کار روح القدس اینه، به من و شما چی میده؟ آرامش میده، تسلی میده. یادمون باشه کسایی که صلیب میندازن گردنشون مسیحی نیستن، کسایی که مثل مسیح رفتار بکنن مسیحیان. اینا که توی افغانستان و عراق آدم میکشن، اینا که تو دنیا آدم میکشن، اینا مسیحی نیستن. خب بیچاره ها فکر میکنن هر کی که اون سمت مسلمونه، هر کی که اینور مسیحیه. نه، تازه خیلی هم که اونجا اصلا مسلمون نیستن، خیلی هم که اینور مسیحی نیستن. پس مسیحی یعنی محض شده، انتخاب شده، جدا شده. خب پشت اسم ما یه اسم میاد،
پیمان مسیحی شده، پیمان جدا شده، انتخاب شده. چرا از توی این همه آدم خدا ما رو انتخاب کرده؟ خدا در زده، همه رو انتخاب کرده، در قلب همه رو میزنه. اون کسایی که دوست دارن اون در باز میکنن، خدا رو تو زندگیشون دعوت میکنن، تعمید میگیرن. پس یه مسیحی به چی ایمان داشت؟ پدر، پسر، روح القدس. خب آقا این هاش دو به سه صورت خودش نشون میده: آب، بخار، یخ. همش یکی فرمولش دیگه. این نرگس میتونه خواهر برادرش باشه، این نرگس میتونه دختر پدر مادرش باشه، این نرگس میتونه همسر شوهرش باشه، این نرگس میتونه مادر بچهش باشه. چهار تا نرگس نیست که، یه نرگس. ولی اون شخصیتی که در مقابل باباش داره با اون شخصیتی که در مقابل بچهش داره فرق میکنه. خدایی که بالای سرمونو بهش میگیم پدر، خدایی رو که میتونیم ببینیم قابل دیدن میشه بهش میگیم پسر، و خدایی که درون ما قرار میگیره و ما رو دگرگون میکنه بهش میگیم روح القدس. سه تا خدا نیست، خدا واحده. میگن شما مسیحی ها سه تا خدا دارید، خدا واحده. برای همین شما وقتی به یه مسیحی میگی خدا کیه، میگه پدرمه. ولی شما به اونای دیگه بگی خدا کیه، میگه خدا خوبه، خدا مهربونه، نمیدونه کیه. پس ما وقتی مسیحی میشیم، عیسی مسیح دو تا کار برای ما انجام میده: هم گناهای ما رو میبخشه، هم حیات جاودان به ما میده. هیچ کس دیگه ای نگفته گناهانت میبخشم، هیچ کس دیگه ای نگفته من به تو حیات جاودان میدم، هیچ کس دیگه اون دعایی رو که مسیح کرده نکرده، هیچ کس دیگه ای نگفته من دوباره میام، هیچ کس دیگه ای اونجور که مسیح به دنیا آمده به دنیا نیامده. پس ایمان یک مسیحی میشه پدر، پسر، روح القدس. چرا ما مسیحی میشیم؟ چرا این نرگس خانم کاپشن پوشیده اینجا؟ برای اینکه میگه هوا سرده. چرا سرده؟ پاییزه دیگه. چرا مسیحی میشیم؟ برای اینکه گناهانمون بخشیده میشه و حیات جاودان داریم. این دوتا کار بزرگی که عیسی مسیح برای ما انجام میده. کارهای دیگه هم انجام میده، ولی این دوتا از همه مهمتره. خب من و شما برای اینکه زندگی با مسیح رو آغاز بکنیم، غسل تعمید میگیریم. غسل تعمید یعنی چی؟ معنیش چیه؟ خداوند من خطا کردم، من گناه کردم، اعتراف میکنیم به گناهام. خداوند تو به خاطر من رفتی روی صلیب و بهای گناه من پرداخت کردی و بعد از 3 روز از مرده ها بلند شدی. اعتراف میکنیم به ایمانم. بنده از مادر یه بار متولد شدم، جسمم. حالا باید از خدا متولد بشم، روحم. پس قصد تعمید یعنی تولد روحانی، تولد دوباره، تولد از خدا. وقتی عیسی مسیح به نیقودیموس میگه که تو باید دوباره به دنیا بیای، منظورش اینه. میگه من دوباره برگردم شکم مادرم. میگه نه، تولد روحانی. تو ایران میگفتم برو آب توبه بریز رو سرت، از اینجا میاد. یعنی اینکه خداوندا توبه میکنم، از این به بعد با تو شروع میکنم. این کارو با آب انجام میدیم. آب سمبل پاکی و سمبل حیات. آقای کلیساها با هم داد میزنن، فریاد میکنن. آبش کم بود، آبش زیاد بود، آب تو حوض بود، آب رودخونه بود، آب چه میدونم دریا بود، یه ذره آب بود. آب باید زیاد باشه. شما اصلا تو قطب بخوای تعمید بگیری، اصلا آب هست اونجا؟ خب یه ذره آب گرم میکنن تعمیدش. شما وقتی پاولوس رو توی زندان داره زندانبان و خانوادش رو تعمید میده، اصلا حوضی اونجا هست؟ وقتی که پتروس با یاراش داره 2000 نفر و 3000 نفر روز پنتیکاست تعمید میده، اینا رو به کشون کشون میبره تا رود اردن؟ خب خود فکر کنیم. وقتی پتروس میره کلینینوس و بعد همه خانوادش رو تعمید میده، مقدار آب من نجات نمیده که، ایمان من نجات میده. میگه هرگاه به دلت ایمان بیاری و به زبونت اعتراف کنی عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده توست،
نجات پیدا میکنه. پس قصد تعمید چیزی تموم نمیشه، تازه شروع میشه. مسیحی شدم دیگه، خب هر کار دلم میخواد میکنم. اه مگه میشه همچین چیزی؟ مثل این میمونه که شما میایی توی رانندگی با سرعت زیاد حرکت میکنی، پلیس میاد جلوت، میگه خب تو سرعت زیاد میری. میگه ببخشید من توریستم، نمیدونستم. میگه خب باشه برو، ولی اینجا باید 80 کیلومتر رانندگی کنی. فردا دوباره همون پلیس تو رو میگیره، داری با 120 میری. میگه مگه دیروز بهت نگفتم که این جریمه امروزه، اینم مال دیروزه. این نیست که من تعمید میگیرم دیگه هر کاری دلم خواست بکنم، اینجوری نیست. پس عیسی یعنی نجات دهنده، چون دست به دعا میشیم، میگیم خداوند نجاتمون بده از این شرایطی که داریم، از این مریضی که داریم، از این آوارگی که داریم، از این زندانی که هستیم. خب شما وقتی خونت آتیش بگیری، آتش نشانی رو خبر میکنی دیگه. وقتی خونت دزد بیاد، پلیس رو خبر میکنی دیگه. چون گفتی خدای نجاتم بده، با عیسی آشنا میشی. و پشت اسم ما یه اسم میاد، نرگس، مسیحی شده، انتخاب شده، جدا شده. پس عیسی مسیح نجات دهنده ای که انتخاب خدا کرده تا ما رو نجات بده. و پیروانش بهشون میگن مسیحی. آقا شما اگه اینطوریه، پس چرا توی 400 سال توی اروپا کلیسا جنایت کرده؟ آقا تو انجیل ننوشته اون کلیسا جنایت کرده، اون اسقف، اون پاپ، اونا جنایت کردن. شما برای اینکه بفهمی باید چجوری زندگی کنی، باید انجیل بخونی، نه اینکه آقا بیا انجیل واسه من بگو توش چی نوشته. تو خودت باید بخونی. قرار خدا تو رو تغییر بده، قرار نیست که من تو رو تغییر بدم. که قرار خدا گناه های تو رو ببخشه، قرار نیست من ببخشم. که قرار خدا تو رو هدایت بکنه. پس خداوندم توی کلامش میگه، میگه آه شما کارگرید، محصول بچینید، من خودم اینا رو از هم جدا میکنم، کاه از گندم جدا میکنم. پس من انتخاب میشم، جدا میشم، محص میشم تا چه کاری انجام بدم؟ دو تا کار. خدا رو دوست داشته باش و همسرت محبت کن. شما وقتی دوره نامزدی داری، دوره نامزدی برای اینه که تو بشناسی همسر تو. و وقتی شناختی، ازدواج میکنی. اگر فرض کن قصد تعمید دوره نامزدی ما باشه، نون و شراب میشه عهد و پیمان ما. گفتیم انجیل یعنی عهد جدید، خبر خوش. ما تو عهد قدیم زندگی نمی کنیم که، ما تو دین زندگی نمی کنیم که، دین رو موسی آورده. پس ما توی چی زندگی می کنیم؟ فیض خداوند. فیض بعد در ادوارد می گفت که 270 بار توی انجیل تکرار شده. فیض یعنی بخشش خداوند. بخشش خداوند شامل حال ما میشه. حالا اونایی که مسیحیت رو دین کردن و دوست دارن دین باشه، اونا اشتباه کردن، اشتباه هم میرن. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17، دین توسط موسی داده شد، خیلی هم زرنگ بودن کپی کردن، ولی فیض و بخشش خدا توسط عیسی مسیح. پس مسیحیت بخشش خداست، فیض خداست. دین بهای گناه من تو رو برداخت نمیکنه. ما نون میخوریم و شراب. نون یعنی بدن عیسی مسیح که برای ما روی صلیب داده میشه. چرا ما تو ایران همه چیزی میریختیم دور؟ گوشت و برنج، ولی نون احترام میذاشتیم. تو خیابون نون میافتاد، ماچ میکردیم میذاشتیم بغل دیوار، کسی له نکنه، پاروش نذاره. برکت خداست. خب این از اینجا آمده. ما هفت‌سین نداشتیم که، ما هفت‌شین داشتیم که یکی شراب بود. 2000 سال پیش شراب دارو بوده، آنتی بیوتیک نبود که. هر جا زخم میشد شراب میریختن، کسی که درد میکشید شراب میخورد. این همه شاعرای ما راجع به شراب گفتن، حافظ و خیام، اینا ستاره شناس و دانشمند و ریاضیدان و شاعر و مست نیستن، پاتیل نیستن. یه قرار بود که اینا مست باشن که نمیتونستن اینقدر آگاه باشن. که نون و شراب مثل غذا، مثل آبدو خیار، مثل دو پیازه شیرازی ها، مثل باقلاقا تو شیرازی ها، شمالی ها، غذا بوده. نونو میزدن توی شراب شیرین میخوردن.
پس شراب یعنی خون عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما ریخته میشه. با خوردن این نون و شراب تو عهد و پیمان خدا با ما شرکت میکنی. مثل ازدواجیه که زن و شوهریه که ازدواج میکنن، یه حلقه ازدواج بین اونا رد و بدل میشه. اون حلقه ازدواج علامت عهد و پیمان اون زن و اون مرده. هر وقت نگاه میکنن به اون حلقه ازدواجشون یاد همدیگه میافته. یعنی من متعلق به تو هستم. وقتی ما نون شراب میخوریم از نداریم به عنوان مستی بخوریم، که به عنوان عهد و پیمان خدا با ما میخوریم و این حقیقت رو عنوان میکنیم. نون یعنی بدنش که برای ما داده شده و شراب یعنی خونش که برای آمرزش ما ریخته شده. ما متعلق به تو هستیم. با هم یه کوچولو از الفبای مسیحیت رو با هم خوندیم. دعا میکنم که کلام خدا برای ما باز بشه، برای من و شما قابل فهم و درک بشه، تا بتونیم توی زندگی اونو به فعل و عمل تبدیل بکنیم. ما وقتی پیرو عیسی مسیح میشیم غسل تعمید میگیریم. میشه غسل تعمید نگیریم ولی پیرو عیسی مسیح باشیم؟ نه نمیشه. میتونم طرفدار رئال مادرید باشم ولی مثلا پیرن بارسلون رو بپوشم؟ نه نمیشه. من باید برم توی چارچوب خدا. خدا رو نباید بکشتم چارچوب خودم. پس چرا اون دوز روی صلیب تعمید نگرفت؟ وقت نداشت. زده بودم باهاشم شکونده بودم، وقت نداشت بره تعمید بگیره. همون لحظه اعتراف کرد گناه های منو ببخش، تو خداوند من هستی. گفت امروز با من در ملکوت خواهی بود، در فردوس خواهی بود. وقتی فرصت داریم تعمید میگیری و تعمید شروع این راهه. مقدار آب ما رو نجات نمیده. و وقتی عهد و پیمان میبندیم باید در پاکی باشیم. نمیتونیم دزدی بکنیم، نمیتونیم زنا بکنیم، نمیتونیم گناه بکنیم و نون و شراب بخوریم، چون خونش میفته به گردن من و شما. باید توی پاکی باشیم. باید بدونیم داریم از بدن و از خون عیسی مسیح استفاده میکنیم تا وارد ملکوت. میگه تا خون و بدن منو نخورید وارد نمیشید. یعنی تا با من عهد و پیمان نبندین، تا قول ندین وارد نمیشید. با هم دعا میکنیم. خداوند شکرت میکنیم بابت این لحظه، بهمون برکت، سلامتی، آرامش بده. خواست و اراده تو تو زندگیمون باشه. با همه کسایی که تو رو دوست دارن جلوی تو زانو میزنن، برای اونا دعا میکنم. خداوند برای اون کسایی که کلام تو رو نشنیدن شرایطی رو فراهم بیار که اونا هم نجات پیدا بکنن. خواسته هامون و آرزوهامون رو در نام عیسی مسیح از تو میطلبیم. آمین.